در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهای از واکنش ایران به حواشی پرتاب ماهواره بر سیمرغ، تعطیلی 6 نیروگاه اتمی آلمان، توافق تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 11 دی شمار مبتلایان کرونا از 288,600,000 و آمار فوتی‌های ناشی از این ویروس در جهان از 5,455,000 نفر عبور کرد. تا کنون بیش از 253,800,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با آغاز سال نو میلادی، سویه اومیکرون در بسیاری از نقاط جهان شیوع گسترده‌ای پیدا کرده است. آمریکا در روزهای اخیر شاهد رکورد بی سابقه ای در تعداد مبتلایان بوده و در 3 روز اخیر حدود 500,000 مبتلا را شناسایی کرده است. بریتانیا نیز در آخرین روز سال 2021 رکورد 190,000 مبتلای جدید را ثبت کرد. فرانسه هم با موج سهمگین کرونا روبرو شده و تنها در روز جمعه بیش از 232,000 مبتلای جدید را به ثبت رساند. اسپانیا و ایتالیا نیز به ترتیب از شناسایی بیش از 161,000 و 144,000 مبتلا در روز جمعه خبر دادند. گزارش ها همچنین از افزایش تدریجی مبتلایان جدید در ترکیه حکایت دارد. اما در سوی دیگر روند شناسایی مبتلایان در آلمان همچنان کاهشی است. در آمریکای جنوبی نیز رکورد شناسایی مبتلایان روزانه آرژانتین شکسته شد. کشورهای عربی همین روزها با افزایش شمار مبتلایان مواجهند و امارات متحده عربی روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه خود در 10 ماه اخیر خبر داد. عربستان، بحرین و قطر نیز با افزایش تدریجی مبتلایان روزانه خود روبرو شدند. مقامات بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کردند که این کشور از نقطه اوج شیوع اومیکرون عبور کرده، اما در سوی دیگر در چین قرنطینه کامل شهر 13 میلیونی شیان همچنان ادامه دارد. در سمت دیگر جهان هم استرالیا روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه این کشور از ابتدای همه‌گیری خبر داده است. واکنش ایران به حواشی پرتاب ماهواره بر سیمرغ. موضع‌گیری کشورهای غربی درباره پرتاب ماهواره بر سیمرغ از سوی ایران واکنش سخنگوی وزارت خارجه را در پی داشت. سعید خطیب‌زاده گفته هیچ قطعنامه ایران را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط با آن از جمله حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند و استناد کشورهای غربی به قطعنامه 2231 از اساس خلاف واقع است. فرانسه، آلمان و آمریکا پرتاب ماهواره بر سیمرغ در اوج مذاکرات هسته‌ای را محکوم کردند و مدعی شدند این اقدام قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد را نقض کرده است. وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد این اقدام ایران همزمان با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وین تأسف‌آور است. تعطیلی 6 نیروگاه اتمی آلمان. با پیشرفت برنامه آلمان درباره خروج کامل از حوزه انرژی هسته‌ای، 6 نیروگاه اتمی این کشور در آخرین روز سال 2021 برای همیشه تعطیل شدند. پس از تخریب راکتورهای فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 به دلیل زلزله و سونامی، آلمان تصمیم گرفت به شکل تدریجی از حوزه انرژی هسته‌ای خارج شود. تخریب راکتورهای فوکوشیما در سال 2011 به عنوان بدترین فاجعه هسته‌ای جهان بعد از واقعه چرنوبیل محسوب می شود. با وجود اینکه آلمان با چالش افزایش قیمت انرژی روبروست، این کشور همچنان به اهداف بلند پروازانه خود برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی پایبند است. درخواست اردوغان از مردم ترکیه برای حفظ ارزش پول ملی. رئیس جمهور ترکیه روز جمعه از مردم کشورش خواست برای حفظ ارزش پول ملی این کشور تمام پسنداز خود را به لیر نگه دارند. اردوغان همچنین به مردم ترکیه اعلام کرد تا زمانی که پول خود را معیار قرار ندهیم محکوم به سقوط هستیم. ترکیه در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز روبرو بوده و ارزش پول ملی این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. توافق تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل. به دنبال امضای یک قرارداد تسلیحات نظامی میان آمریکا و اسرائیل، رژیم صهیونیستی در سالهای آینده صاحب 12 هلیکوپتر شرکت آمریکایی لاکید مارتین و 2 هواپیمای سوخت‌رسان شرکت بوئینگ خواهد شد. این قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بخشی از برنامه اسرائیل برای افزایش توانمندی نیروی هوایی خود است.
طبق گزارش‌ها هلیکوپترها در سال 2026 آماده تحویل می‌شوند، اما تحویل دو هواپیمای سوخت‌رسان تا قبل از سال 2025 امکان پذیر نیست. افغانستان مرگبارترین کشور برای روزنامه‌نگاران. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، افغانستان در سال 2021 مرگبارترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بوده است. در سال 2021 در مجموع 45 خبرنگار در ارتباط با کارشان کشته شدند. این آمار برای افغانستان 9 روزنامه‌نگار بوده است. مکزیک، هند و پاکستان به ترتیب با کشته شدن 8، 4 و 3 خبرنگار پس از افغانستان در رده‌های بعدی قرار دارند.